جزئیات بیشتر با همکارم توماج تاپاس همراه میشیم که در تایلند هست. توماج بیشتر برامون بگو از این خبر، کره ها چه واکنشی نشون دادن به این موضوع؟ میترا بذار اینجا شروع کنم که هفته پیش یه مقام ارشد دولت سئول گفته بود که دو طرف یعنی آقایان جو بایدن و یون ساگیال وقت بسیار زیادی رو با هم خواهند بود. البته 6 روز واقعا وقت زیادی هم هست. در نتیجه انتظار میره مسائل بسیار زیادی هم مطرح بشه. شورای امنیت ملی دولت کره جنوبی گفته جزئیات و وسعت اتحاد راهبردی جامعه دو طرف آمریکا و کره جنوبی گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. طبیعتاً از یکی از مهمترین مسائلی که احتمالاً در این 6 روز مطرح خواهد شد بیشتر از حتی یک بار مسئله کره شمالی خواهد بود، به خصوص در سایه این آزمایش‌های اخیر در طول ماه‌های گذشته. به طور فزاینده کره شمالی دست به آزمایش‌های مختلف زده، از جمله موشک بسیار پیشرفته هواسانگ 18 و همینطور نگرانی‌ها از چتر اتمی. شنیده میشه این روزها در میان برخی از مقام‌های کره جنوبی که اونها خواستار این هستن کره جنوبی عملاً صاحب بمب اتم بشه، به خاطر اینکه نگرانن که ایالات متحده نتونه در واقع اون حمایتی که لازم است رو ازشون انجام بده. این موضوع در گزارش یانهاب خبرگزاری دولتی کره جنوبی هم گفت به شکلی بازتاب پیدا کرده و یانهاب گفته انتظار میره که در بیانیه مشترک دو رئیس جمهوری تعهد آمریکا به کارگیری ظرفیت کامل و متنوع نظامی از جمله ظرفیت‌های هسته‌ای برای دفاع از متحدانش مشخصا برای دفاع از کره جنوبی در این بیانیه حتما بازتاب پیدا خواهد کرد. یک مسئله دیگه هم قاعدتا تایوان خواهد بود، مشخصا آبراه تایوان. به خاطر بیاریم که هفته پیش آقای یون ساگیال رئیس جمهوری کره جنوبی تاکید کرده بود که حاضر نیست کره جنوبی بپذیر استفاده از زور رو برای کنترل تایوان، به این معنی که عملاً انتقاد از چین که حاضر نیست بپذیره که چین دست به کمره نظامی بزنه تا تایوان رو تصرف بکنه، موضوعی که البته با انتقادهای شدید چین روبرو شده بود. یک مسئله مهم دیگه‌ای که انتظار میره مطرح بشه فناوری‌های پیشرفته است، مشخصاً ریزتراشه‌ها و نیم رسانه‌ها. کره جنوبی اگر نگیم مهمترین بلکه یکی از مهمترین در واقع و اصلی‌ترین سازنده‌های نیم رسانه‌ها و ریزتراشه‌ها در جهان هست، یعنی اون چیزی که ما در موبایل هامون، در تلفن های هوشمند، در کامپیوتر ها استفاده میکنیم. ایالات متحده میخواد تا جایی که میتونه در واقع خودش و متحدانش رو از اون صنعت ریزتراشه های چین دور نگه داره و در نتیجه انتظار میره یکی از مهمترین مسائل گفتگوها، رؤوس گفتگوها همین مسئله خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید خودش گفته بود که امیدواریم بتونه در واقع امیدواره که آمریکا که بتونه با کمک متحدانش به خصوص کره جنوبی یک اکوسیستم ایمن‌تر در زمینه مخابرات و جریان اطلاعات ایجاد کنه. همینطور چرخه تأمین فناوری و احتمالاً جدایی بیشتر از چین در روزهای پیش رو مطرح خواهد شد در میان گفتگوها.